خیلی سال پیش یه جایی کار میکردم که تولیدی جوراب بود و جوراب بسته‌بندی میکردیم. صاحب کارم بعضی وقتا میومد، مثلا کار زیاد میشد، میومد کمکم و با هم جوراب بسته‌بندی میکردیم و صحبت میکردیم. یه حرفی که این همیشه میزد، یعنی یه جلسه در میون داشت راجع به فرصت‌های طلایی زندگی صحبت میکرد و حرفش این بود که هر کسی تو زندگیش یک بار یا دو بار شانس بهش رو میاره و اگه اون فرصت‌های طلایی رو درست بگیره گلو زده، اگه نه این آدم هیچ وقت هیچ چیزی نمیشه، هیچ کاری ازش بر نمیاد مگر اینکه اون شانس رو هوا گرفته باشه. اما هرچی گذشت هی حالا منتظر شانسه، منتظر اتفاقه از این داستانا، ولی هرچی گذشت این خبری نیست، انگار مثلا این قرار نیست پیداش بشه، قرار نیست همچین چیزی ظاهر شد دقل حالا حالا. بعد گذشت تا رسید به دوره‌ای که کم کم فهمیدم آقا اصلا هیچ فرصت طلایی وجود نداره و هر فرصتی، چه طلایی چه نقره‌ای چه برونز، در هر صورت با خودت این فرصت رو بسازی، خودش یهو رو هوا نمیاد. حتی فرض بگیریم بیاد که حالا الان فهم میکنم هم فرصت طلایی هست هم فرصت ها رو باید ساخت تا طلایی بشن. فرض بگیریم یکی مثلا من کارم طوریه که درآمدم مایی 10 میلیونه و یهو یه کاری به من پیشنهاد میشه که مایی 100 میلیون درآمد داره و جای رشدم داره. خب این فرصت طلاییه. حالا این فرصت طلاییه برای من پیش میاد و منم میخوابم، میپرم روش، فلان بهمان، آیا من پس اون کار بر میام؟ آیا خودم رو آماده کردم برای اون فرصت طلایی؟ یعنی یه ذره باج داره اینجا دیگه، احتمال داره من برم اونجا گم بزنم، پس اون کار بر نیام، ذهنم، دیدگاهم به کار و زندگی آماده نباشه برای اون لول و میرم خراب میکنم میام بیرون. حالا بدو به هر قیمتی اون کار رو دوباره مثلا به دست بیار یا یه کار اون شکلی به دست بیار، من ازشم رفته زیر دهنه. اما داستان اینه که باید خودمون رو آماده کنیم براش. چجوری؟ نه اینکه من بشینم فقط ورزش کنم، مثل مسابقه است، من بشینم فقط ورزش کنم تو خونه تو باشگاه و هیچ وقت مسابقه ندم تا روزی که مثلا برم مسابقات المپیک اونجا بخوام اول شم، قطعا نمیشم. من باید هم ورزش کنم، هم من باید مسابقات زیادی بدم تا اون رو هم تجربه کنم تا آماده شم برای مسابقات المپیک. کارم همینه، فرصت طلایی اصلا همینه که باید بریم هی مسابقه بدیم، باید هی بجنگیم. تمرین خالی کافی نیست، تمرین خالی مثل درس خوندن میمونه، مثل مطالعه میمونه، تئوری کلی یاد میگیری، کلی یاد میگیری که اصلا چجوری باید چیدمان پرسنل یه شرکت به چه گندگی و بچینی و درست کنی و اگه فلان کنی فلان میشه و اینا رو میدونی، ولی میری تو محیط کار و میبینی اصلا این خبرها نیست. کم کم یاد میگیری که تو دنیای واقعی این چیزایی که تئوری خوندی چه شکلیه. خیلی وقتا ما یه چیزی رو میخونیم و تو ذهنمون یه شکل دیگه اینو تصویر میکنیم، همون رو بخوایم بگیم مثل بقیه میگیم ما درست به نظر میاد، ولی تو ذهنمون یه شکل دیگه است و این تصورات ما خیلی قدرت زیادی داره. چند روز پیش کامنت بود که یکی از دوستان نوشته بود چند وقتی هست میخوام شروع کنم، منظورش کانال یوتیوب بود، هست و نوشته بود سینو یه کنار هم و نوشته بود چند وقتی هیت، یعنی به جای هست نوشته بود هیت. من خودم اینو هیت خوندم و مثلا یه بار خوندم نفهمیدم چی میگه، رفتم 2 ساعت دیگه اومدم خوندم نفهمیدم چی میگه. بعد یکی دیگه دیدم نوشته آقا چرا میخوای هیئت بزنی؟ دیدم هیئت کجا بود، اصلا هیئت نداشتیم ما اینجا. بعد نگاه کم دیدم همون چیزی که من هیت خوندم اینم هیئت خونده و در واقع هست بوده، و من کلی خوندم تا فهمیدم هست بوده. ولی ببین ذهنیت های ما بوده که نمیذاشته این کامنت رو حتی درک کنیم ببینیم چی نوشته. حالا این یه اشتباه تایپیه ولی خب اونقدر چیز نیستش. مثلا من انقدر چیز بود که تو ذهنم بود که خب این مثلا میخواد
رسما به عنوان یه ترول فعالیتش رو شروع کنه و هیت کنه. یعنی چی؟ یعنی کلن ذهن من هیت دیده بود این داستانا. اون یکی دوستمونم مثلا هیئت دیده بود. خب این ذهنیت ماست که اینو میخونیم. حالا همین بلا تو درس هم میتونه سرمون بیاد. حالا بعدش سوء تفاهم برطرف شد و اوکی شد، ولی تو درس و اینا دیگه چیز نیستش، تقابل بین آدم ها نیستش که بخوان با هم صحبت کنن تا مسئله روشن شه. داستان اینه که تو درس تو یه چیز خوندی، یه تصویری ساختی، هی روی اون آجوره اولی آجور ساختی رفته بالا بالا بالاتر و خونه تو روی ساختی، خونه ساختمون دانش تو روی ساختی. قطعا یهو تو بری تو بهترین جا شروع کنی کار کردن، نه اینکه حقوق و مزایش خوب باشه، کار مفید قرار باشه بکنی، از اون نظر بهتر کار پربازده قرار باشه بکنی، به احتمال خیلی 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 زیاد خرابکاری میکنی و حداقلش یکی دو سال اول اون بازدهی که میتونی و نخواهی داشت. فرصت طلایی گرفتی رفته اونجا، ولی خب جواب آنچنانی که باید بگیریم نمیگیریم دیگه. ولی فرض کن درس رو خوندی، حین درس کارآموزی کارورزی این ور رفتی اصلا شروع کردی کارو نیمه وقت باره وقت فلان، بعدش درس تموم شده، جای کوچیک کار کردی، جاهای مختلف با سبکای مختلف کار کردی، اینجا تو آماده شدی که اون فرصت طلاییه اگه بیاد بزنی تو گوشش درجا بقاپیش. و اون فرصت طلایی هم خود به خود نمیاد، یارو اسکل نیست به قید قرعه بیاد مثلا مدیر برای شرکتش انتخاب کنه که نگاه میکنه آدم ها رو ببینه گزینه‌ای که داره چی هست، هر کدوم چه آپشنی داره. حالا شانس اونجایی یهو رو میاره که مثلا طرف دنبال یه آدمیه که قابل اعتماد بشه، اولویتش اعتماده، بعد فلان و فلان و فلان و تو هم خیلی قابل اعتمادی. این شانس به رو میاره گاهی که حرفه‌ای اون کار نباشی اما به خاطر قابل اعتماد بودنت اونجا بخانت. و چه خوبه که آدم ابزاراشو کامل کنه، یعنی اوکی من قابل اعتماد هستم ولی تجربه این کارو ندارم، چه خوبه که هم قابل اعتماد باشم هم تجربه این کارو داشته باشم، هم خلاق باشم هم فلان باشم، هم دو تا بالا پایینشو دیده باشم، تخصصشو از نظر علمی داشته باشم، همه چی تموم باشم، قطعا تو اون کار یه جوری میدرخشم که فرصت‌های طلایی بعدی هم پشت بندش میاد. ولی اگه من آماده نباشم، فقط فکر کردم که آمادم، فقط تو خونم ورزش دارم، فقط رفتم تو دانشگاهم درس خوندم، اون موقع برم اونجا چه من بنویسم تو رزومم چه ننویسم هست و اون شرکت بعدی که میخواد منو استخدام کنه آمار منو در میاره که آقا این کیوان رفت تو این شرکت، شرکت اینجا بود و وقتی کیوان اومد بیرون شرکت زمینگیر شد و با خاک یکسانش کرد، نتونست هندلش کنه، نمیاد سراغ من دیگه. حالا هزاری هم قابل اعتماد باشم فلان و بهمان، اون برای بار اول جواب میده، برای بار دوم جواب میده، بعدش انقدر فایستورایی دیگه زیاد میشه، خرابکاری خودشونشون میده که فرصت های طلایی بعدیمونو اصلا زمین سازش نمیشیم که ساخته شه. پس خیلی مهمه که طوری رفتار کنیم که هم فرصت های طلایی برامون ساخته شه، هم بتونیم بزنیم تو گوشش، هم بتونیم خوب از پسش بر بیایم، سربلند ازش بیایم بیرون. این خیلی مهمه و مسمومترین چیز ممکنم اینه که طرف میاد و هر روز یه روز در میون بهت میگه که یه فرصت طلایی تو زندگیت میاد، اونو گرفتی گرفتی، در غیر این صورت هیچ وقت هیچی نمیشه. و من هی میگم خب پس با هم منتظر بشینم دیگه، حالا بگذرونیم، امروزم خرجمونو داریم، بریم جلو ببینیم چی میشه تا اون فرصت طلاییه بیاد. آمادهش نیستی، صد تا فرصت طلایی هم بیاد که نمیاد، گم میزنی توش و وقتی هم آدم گم میزنه توش میاد بیرون دیگه اونو فرصت طلایی نمیبینه، دیگه چیزیه که مربوط به گذشته میشه، میگه اوکی هم بود دیگه، کار مالی هم نبود دیگه، اونو به عنوان یه چیز طلایی نمیبینی. یعنی این فرصت ها همشون اکثرشون وقتی طلایی ان که هنوز نرفتی توش، هنوز ازش استفاده نکردی، وقتی میری توش آدم وقتی ردش میکنه
فرصت‌های بهتری پیدا میکنه یا اصلا خراب میکنه اونو دیگه هم نیست. میگه اینم چیز خاصی نبود. کی آدم تو گذشته راجب گذشته میگه این فرصت طلایی بود؟ به گذشتت نگاه میکنی و میبینی فلان اتفاق زندگی منو عوض کرد و چه بزنگاه مهمی بود که من تصمیم درستی گرفتم و ببین چه خوب شد. اون موقع میگیم این فرصت طلایی بوده، این بزنگاه مهمی بوده. ولی خب خراب کرده باشیم تو اون بزنگاه، میگیم حالا شاید هم موفق نمیشدم تو اون داستان، شاید هم فلان میشد و به چش نمیاد دیگه. خلاصه حالا بحث علکی هم نکنیم چی طلاییه چی طلایی نیست. بحث کلیمون اینه که باید آماده باشیم و وقتی خودمون رو آماده میکنیم هم فرصت‌های طلایی رو برای خودمون داریم میسازیم، زمینش رو میسازیم که شانس بهمون رو کنه، همین که قوی میشیم که اگه شانس رو کرد از پسش بر بیاییم و همون اون زمینه‌ساز فرصت‌های طلایی بعدی زندگیمون بشه. دیگه بیشتر از این تکرارش نکنم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. تا پادکست بعد، خداحافظ.